و اون لقبی که به ستارخان دادن سردار ملی و همینطور به باقرخان سالار ملی، اون لقبی است که ملت میده و همچنان پابرجاست و جاودان خواهد. بله درسته، این در مورد همون منفی هاش هم درسته کاملا. سرباز فداکار شد، سرباز خطا شد. جاپارسا بناب بفرمایید بپردازیم به مصر و وقایع و رخدادهای اونجا، بعد این علل سرنگونی محمد مرسی که به اصطلاح به صورت دموکراتیک انتخاب شده بود، بعد آینده مصر، سرنوشت نیروهای آزاد مردمی مترقی طالبان مردم سالاری هستند چجوری خواهد شد؟ چجوری خواهد بود؟ بله. در مورد امروز دیگه تقریبا رسانه‌های گروهی سرتاسر جهان من جمله در آمریکا، حتی در داخل ایران و اینا خیلی راجع به مصر می‌نویسن. بله. و سرنگونی محمد مرسی، ببینید توجه کنید که محمد مرسی که یک سال قبل، حالا تقریبا میشه یک سال و یک ماه قبل سر کار اومد، بالاخره اکثریت رأی و در انتخابات به دست آورد. خب مردم به ستوه آمده بودن از دست حسنی مبارک. بله. سالها سال حسنی مبارک حکومتی کرده بود، به غیر از این که به سرکوب و سانسور دست زده بود، آزادی های دموکراتیک رو کاملا در مصر لغو کرده بود، در این حال شکاف بین فقر و ثروت هم در زمان حکومت ایشون که 30 سال طول کشید حسابی تشدید پیدا کرده بود. بله. خب مرسی از اعضای فعال حزب آزادی و عدالت بود. حزب آزادی و عدالت در واقع مال اخوان المسلمین در مصر. در اخوان المسلمین که یک جنبش فاندامنتالیستی بنیادگرای اسلامیه در 38 کشور جهان، مشخصا در کشورهای آفریقای شمالی و خاورمیانه، اینها شاخه دارن. شما اگر برید به عراق و لبنان و سوریه و حتی یمن و اینا و در آفریقا تونس، مراکش، مصر، لیبی، اینا شاخه دارن. در 38 کشور اخوان المسلمین شاخه دارن، ولی اسم احزابی که میان فعالیت میکنن و میرونن برای انتخابات اسمهای مشخص داره. مثلا در کشور ترکیه هم آقای اردوغان، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه، هم عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه، هر دو اخوان المسلمین هستن، مسلم برادرهود اخوان المسلمین هستن. بله. اونتا حزبی که ایجاد کردن به اسم حزب عدالت و توسعه معروفه. مردم اگر بپرسید میگن که آقای اردوغان نخست وزیر اون حزبی است که در مجلس اکثریت داره. اون حزب اسمش چیه؟ حزب توسعه و عدالت. در داخل مصر این اسمش آزادی و عدالته. بله. همون اخوان المسلمین هستن. بله. حالا اخوان المسلمین یک جنبش به تمام معنی فاندامنتالیستی بنیادگراست و به سلفیستا تعلق دارن. سلفیستای جهان هم به 3 بخش تقسیم میشن. سلفیستای تکفیری هستن، مثال میزنم القاعده سلفیست تکفیریه. بله. سلفیستای دوبندی داریم که از هندوستان میان، مثلا طالبان ها هم در پاکستان هم در کشور افغانستان که خودشون با هم دیگه تفاوت دارن، هر دو از سلفیستای دوبندی هستن که در کشور هندوستان اینا ریشه دووندن، بعدن رفتن در مناطق مسلمان نشین هندوستان و بعدن در مناطق پاکستان و افغانستان که اکثریتشون مسلمان هستن اونجا رشد کردن و امروز
به عنوان سلفیستان اونجا تحت نام طالبان ها فعالیت می‌کنه. حالا طالبان های تکفیری و طالبان های دوبندی با یه بخش دیگری هم از که خودشون سلفیست هستن رو برن، اینا رو میگن سلفیست های به اسلام معتدل. اخوان المسلمین که در 38 کشور برنج دارن، شاخه دارن، به این بخش از سلفیست ها تعلق دارن. تازه خیلی جالبه که اینجا اشاره بکنم که بخش بزرگی از ولایت فقیه ایران سلفیست هستن، چون فدایان اسلام که از مشاورین اصلی آقای احمدی نژاد و هاشمی رفسنجانی و دیگران، مخصوصا احمدی نژاد، اینا همیشون فدایان اسلام هستن. فدایان اسلام همون اخوان المسلمین ایران بود که در ایران شدن فدایان اسلام و بعضی از مشاورین حتی رسمی آقای احمدی نژاد تا این دو سه هفته گذشته که در دولت، در بخش اجرایی دولت، در کابینه دولت فعالیت میکردن به عنوان مشاورین، همینشون اینا سلفیستایی هستن که از فدایان اسلام اومدن به اینجا رسیدن و در دولت ایران هم در وزارت امور خارجه در کابینه و اینا هم نقش دارن. و اگر کسی بره اینا را، افرادی رو که دوروبر این رهبران اسلامی جمهوری اسلامی قرار دارن، مورد بررسی قرار بده، می‌بینی که اون در اونجا هم هستن، اونجا در ایران تحت نام فدایان اسلام یا بقایای فدایان اسلام. بله بله. در عراق، در مصر، اینا اومدن، مرسی اومد سر کار. به اصطلاح اخوان المسلمین معتدل و اسم حزبش هم آزادی و عدالت، اومدن اینا اوضاع رو بردن جلو و در جریان انتخابات یک سال گذشته اکثریت رأی رو حالا آوردن. حالا چقدر این رأی گیری ها و رأی دادن ها و شمارش این رأی ها و اینا چقدر واقعا شفافیت داشته، این مورد سواله، ولی اکثرا عموما اینجوری بررسی میکنن. مرسی اومد سر کار. مرسی که اومد سر کار، فکر میکردن که مرسی میاد و مسائل بزرگ اقتصادی معیشتی رو که دولت حسین مبارک به وجود آورده بود، به ویژه بیکاری بسیار بسیار عجیب غریب بود، 24%، ممکنه ایشون بیاد اونو کاهش بده. ولی ما دیدیم که در عرض یک سال گذشته این بیکاری بین جوانان مخصوصا از 25 رفت رسید به 28%. امروز در مصر طبق گفته خود دولت ها، سه دولتی که دولت مرسی بوده و سه دولت که حالا سرکار اومده، اگر از اونا بپرسید اونا میگن که ما درصد بیکاریمون 28%، که حالا خیلی امکان داره که بیشتر از اونم باشه، چون در آمریکا هم میگن ما 10% بیکاری داریم، ولی مفسرین میگن که نه، این بیشتر از اون که مثلا وزارت کار اعلام میکنه. در مصر هم همینجور. پس این خیلی خیلی نقش بازی کرده که 8 میلیون نفر بیان امضا بکنن که آقای مرسی باید بره، نه اینکه در تظاهرات شرکت بکنن. 8 میلیون نفر اومدن یک اعلامیه رو امضا کردن. این اعلامیه میگه که مرسی نتونسته کاری بکنه به مردم مصر و باید بره. بله. اونا امضا کردن. اکثر این افراد یا درصد قابل توجهی از این 8 میلیون نفر که این پتیشن و این اعلامیه رو امضا کردن، همونهایی بودن یک سال و اندی قبل به آقای مرسی رأی داده بودن. این یک عامل بزرگی است که اگر کسی من از من بگه که چرا 8 میلیون اومدن، برای این که 8 میلیون آدم های فقط روشن فکر و دانشگاه دیده و به اصطلاح طبقه متوسط نبودن. در مصر ما اونقدر جمعیت طبقه متوسط نداریم. بله. از این 8 میلیون، وقتی 8 میلیون اومدن بیابونا، بخش اعظمشون کارگران بودن، بخش اعظمشون دیگر زحمتکشان بودن، ولی روشن فکران و به ویژه جوانان روشن فکر اینا نقش بزرگی داشتن در بردن این جریان به جلو. بله. مثل مرسی قربانی این جریان شد، ولی این علت یک علت بزرگشه. علت دیگه هم داشته.
جا پارسه بناب، در واقع به غلط اومدن یه عده‌ای، حالا به هر بهانه‌ای اومدن گفتن 22 میلیون، اینو اینطور شایع کردن که به نظر نمیرسه درست باشه و این بله، هشت میلیون منطقی داره. بله. ولی چیزی که به اصلا تحقیقاً هم نه، ولی عموماً همه موافقت میکنن، بله اون پتیشن و اون فلایر و اون اعلامیه رو 8 میلیون نفر امضا کردن. بله، در تا سر چین. البته توجه کنید مصر هم از ایران هم از ترکیه سر تا سر مصر 4 میلیون بیشتره. بله، در سر تا سر مصر اونقدر اینا امضا زن کردن. بله، 4 میلیون جمعیتشون بیشتره. بله، بله. از شبت که اون وقت علل دیگه هم داشته، یه علت دیگه خیلی جالبه، اونم باید توجه کنید. بله. آقای مرسی میگه من یک فاندامنتالیست یا بنیادگرای معتدلم، از اخوان المسلمین هستم، من تکفیری نیستم مثل القاعده، من دوبندی نیستم مثل طالبان، من معتدلم. بله. ولی ایشون از زمانی که اومد یه عده قوانین گذروند که ضد شیعه بود. البته حالا خواهیم دید که ایشون اعلام کرد که هر کس میخواد به اسلام خدمت بکنه باید بره در سوریه بجنگه. بله. بله. علیه دولت بشار اسد. یعنی این به اصطلاح این جریان چه، حالا در مصر ما 11% از جمعیت نزدیک به 81 میلیون جمعیت مصر، نزدیک به 12% شیعه هستن. بله. اینا رو کاملا همون شیعه هایی که بهش رأی داده بودن. بله. اینا رو بخششون رو در واقع از خودش راند و بعدن مسیحی های قبطی یا کاپتیک، مسیحی های مصری که عرب هستن، اونتا مسلمان نیستن، مسیحی هستن، مسیحی های ارتودکس به اسم قبطی ها معروف هستن از زمانهای بسیار بسیار قدیم، قبل از اینکه کشور مصر اسلامی بشه این درصد قابل توجه در مصر اون زمان هم زندگی میکردن. یعنی اینها مصری تر از تمام افراد مصری هستن که بعدا مسلمان شدن به اسلام. خب اینا را اومد با قوانینی گذرون، مثلا در مورد موسیقی، خب کلیساهای مخصوصا ارتودکس، حالا کاتولیکا یا پروتستان ها تفاوت میکنن، ولی مسیحی های ارتودکس در لبنان، در قبرس، در روسیه، در سوریه، اینا نمیتونن بدون موسیقی اصلا برنامه های کلیسه ها رو ببرن جلو. اینا رو هم از خودش کاملا راند. بله. که قبلا هم رانده بود ولی با گذاشتن این مقررات اینا رو هم راند. خب این هم یه بخشش بوده. البته 20% یا 24% کاپتیک ها یعنی قبطی ها و شیعه ها که رانده شدن از مرسی، که بخش اعظمشون مخصوصا زبانانشون بیش رأی داده بودن به خاطر دشمنی زیاد، نفرتی که از حسنی مبارک داشتن، از دولت حسنی مبارک به این رأی داده بودن، اونا رو هم از خودش راند. بله. بعدن هم اومد یه دو تا حرکت کرد که این در واقع تا اینجا نظامی ها با آقای مرسی می رفتن جلو، دقیقا مثل کشور ترکیه. حالا چرا نظامی ها اینجا یه اتفاقی افتاد که نظامی ها هم علیهش برخواستن؟ یعنی بخشی از جنرال های ارتش مصر باش مخالفت کردن. اونم دو تا مسئله بود. یه مسئله این بود که اینا ایشون رسما اومد گفت که ما باید بریم به نیروهای اپوزیسیون و به شورشیان در سوریه کمک بکنیم تا دولت بشار اسد رو سرنگون بکنه. این خب مسئله نظامیه. یعنی اینجوری نیست که تو این حرف رو بزنی و هیچ اصلا مردم برن مثلا بزنگن. تو باید از نظر نیروی نظامی و اینا تربیت بشه. یک امر دیگری هم که دقیقا در همون زمان اتفاق، ایشون هم موضع ضد شیعه گرفته، هم موضع ضد کاپتیکا گرفته، هم موضع ضد بشار اسد گرفته که اصلا به مردم
میبایستی مربوط باشم. مردم مصر مسائل خودشون رو داشتن، مسائل معیشتی خودشون. اومد گفت که این دولت ایتیوپی، حبشه میگیم، دولت ایتیوپی میخواد آب رودخانه نیل رو زروش رو بگیره، یه سد درست بکنه. پس ما باید اگر اونها شروع بکنن به سد سازی، ما باید از نظر نظامی با اونها تلاقی داشته باشیم. تمام این دوتا مطلب که نظامی پای نظامی ها رو اومد جلو، بخش بزرگی از جنرال های نظامی رو که طرفدار آمریکا بودن مثل خود آقای مرسی، آقای السیسی منصور خودشون طرفدار آمریکاست، بله بله،